سفر باراک اوباما به اروپا چه تأثیری بر روابط آمریکا و اتحادیه اروپا میتواند داشته باشد؟ روابطی که به واسطه یه رسوایی جاسوسی آژانس امنیت ملی و شنود مکالمات تلفنی برخی سران اروپایی آسیب دیده. دو شریک تجاری و متحد سیاسی بزرگ دنیا برای مقابله با بحران جهانی به حمایت یکدیگر نیاز دارند. اما حربه اوباما برای جلب اعتماد دوباره اروپا چه خواهد بود؟ با نزدیک شدن به انتخابات اروپا، سران اتحادیه برای حمایت از حوزه خصوصی افراد و مقابله با جاسوسی تحت فشار بیشتری قرار گرفتند. آیا منافع ملی متفاوت آمریکا با کشورهای اروپا را باید مانعی بر سر راه اوباما در تامین اهدافش در سفر آتی به اروپا دانست؟ در این برنامه 25 ثانیه اینجا در بروکسل، ماریتیا شاکه، عضو هیئت رابطه با آمریکا از گروه لیبرال دموکرات های پارلمان اروپا با ماست. جیمز روبین، سخنگوی سابق وزارت خارجه آمریکا در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون، از لندن ما را همراهی خواهد کرد. و میهمان ما در استودیو یورو نیوز، ایان لسر، مدیر ارشد سیاست خارجی و امنیتی در بنیاد مارشال آلمان. با یک سوال همگانی شروع کنیم و ابتدا از شما ماریتیا. قضیه رسوایی جاسوسی تا چه اندازه روابط را تحت تاثیر قرار داده؟ آنهایی که مستقیما در جریانند میگویند مشکل به وجود آمده. آیا اعتماد از بین رفته است؟ قطعا که اعتماد از بین رفته است. به نظر من سوال اساسی برای شهروندان ما و سیاستمداران در اروپا این است که اتحاد ما با آمریکا به چه معناست. اگر اعتمادی نباشد، معنای این اتحاد هم زیر سوال می رود. من مطمئنم که تاثیر این مسئله را حس خواهیم کرد. جیمز، شما چه می گویید؟ به نظر من بحرانی که در پی برملا شدن فعالیت سرویس‌های امنیتی ایجاد شد، در دوره قبل از بحران اوکراین و الحاق کریمه به روسیه اثر تخریبی خود را گذاشت. اما اکنون در وضعیت کاملا جدید قرار گرفتیم که دلایلش هم برای ناتو روشن است. بنابراین من فکر می‌کنم تهدیدی که از جانب روسیه به وجود آمده، دوباره ما را دور هم جمع می‌کند و مسئله فعالیت‌های سرویس‌های امنیتی را به حاشیه خواهد راند. ایان، آیا شما هم قضیه را همین جوری می‌بینید؟ آیا اروپایی‌ها هنوز هم در رابطه با کار آژانس امنیتی ملی آمریکا عصبانی اند؟ نظر من چیزی بین دو دیدگاهی است که شنیدیم. کاملا با ماریتیا موافقم که این مسئله مشکل عدم اعتماد را به وجود آورده، به ویژه در سطح افکار عمومی و البته در میان سیاستمداران. از طرف دیگر فکر می‌کنم بحران اوکراین واقعیت‌های ژئوپلیتیک دیگری را فراروی ما قرار داده. بنابراین فکر نمی‌کنم که مسئله سرویس‌های امنیتی مانع بزرگی باشد. بسیار خوب، جاسوسی صورت گرفت، اما واکنش حتاکانی ویکتوریا نولند، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا را داشتیم که به نوعی برای اتحادیه اروپا حالت تحقیر کننده داشت. برداشت شما چیست، ماریتیا؟ خب حرف زیبایی نبود. این به هر حال لحنی نیست که متحدان درباره یکدیگر به کار ببرند، حتی اگر تصور این باشد که چنین حرفهایی رسانه‌ای نمی‌شوند. بسیار خوب، ولی آیا واقعا این مسئله بر روابط تاثیر گذاشت یا آنطور که برخی میگویند فقط عصبانیت را به اوج رساند؟ نه، واقعا عبارت زیبایی نبود. ما بیشتر از این شگفت زده شدیم که فهمیدیم دولت آمریکا تماس‌های تلفنی خود را رمزگذاری نمی‌کند. اما در رأس همه افشاگری‌های مربوط به آژانس امنیت ملی آمریکا فکر نمی‌کنم این حرف‌ها به صرف خود آنقدر تأثیر تخریب کننده گذاشته باشند و به نظرم بیشتر بر لزوم رهبری در اروپا سهه گذاشتند. در برابر بحران اوکراین هم باید موضع واحدی اتخاذ کنیم. بسیار خوب، جیمز، نظر شما چیست؟ آیا مواضع خانم نولند به روابط آسیب زد؟ نکته اساسی این است که در دور پیش از بحران اوکراین پیروزی نه با دیپلماسی اتحادیه اروپا بود نه با دیپلماسی آمریکا. مسائل به زیبایی مدیریت نشدند و چیزی که اکنون باید اتفاق بیفتد این است که در وهله اول خانم مرکل و آمریکا باید بنشینند و ببینند چگونه می توانند به مسکو فشار بیاورند. بسیار خوب، ایان، موضوع را کمی عوض کنیم. نظرتان راجع به توافقنامه تجارت آزاد چیست؟ آیا از بین رفتن اعتماد خطری را متوجه آن کرده؟ به نظرم این مشکل جدی تری است، برای اینکه بحران سیاسی در اوکراین ذهنها را روی یک سری شیوه های مشخص متمرکز کرده و بقیه مسائل را تحت شعاع قرار داده است. ولی وقتی پای مسئله نظیر توافقنامه تجارت آزاد در دو سوی اقیانوس اطلس در پارلمان یا در هر جای دیگری پیش می آید، مسئله اعتماد و افکار عمومی نقش مهمی بازی می کند. آیا این مسئله موجب تأخیر در به نتیجه رسیدن توافقنامه تجارت آزاد خواهد شد؟ متاسفانه عوامل متعددی وجود دارد که
که میتوانند موجب تاخیر در مسئله شوند. از همان ابتدا هم کار پیچیده‌ای بود و این مورد هم قطعاً آن را سخت‌تر خواهد کرد. ماریتسیا، شما از نزدیک در جریان مذاکرات این توافقنامه بوده اید. به نظر شما با توجه به وضعیت پیش آمده امکان به تاخیر افتادن آن وجود دارد؟ به نظرم نقش اعتماد نقش برجسته است برای اینکه پارلمان اروپا باید در پایان مذاکرات یا با آن موافقت کند یا را رد کند و افکار عمومی چه آنهایی که به استانداردهای محیط زیستی اعتقاد داشته باشند چه آنهایی که نگران مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی باشند اکنون دلیل دیگری برای مخالفت با توافقنامه تجارت آزاد پیدا کردند. از قرار معلوم آمریکا تاثیرات مخرب کارهای آژانس امنیت ملی اش را خیلی دست کم گرفته است. جیمز، چگونه باید وضعیت را ترمیم کرد؟ منظورم این است ورای فشاری که مجموعه این بحران‌ها به همه ما وارد می‌کند، آقای اوباما چه کاری برای اطمینان بخشی به اروپایی‌ها می‌تواند انجام دهد؟ آیا می‌تواند از این رسوایی جاسوسی گذشت؟ به نظر من اکنون که روسیه تهدیدهای جدیدی را به وجود آورده، زمان مناسبی برای آمریکا و متحدانش به وجود آمده تا بتوانند رهیافت نوینی را در مورد ناتو، توانایی‌های دفاعی، ظرفیت سرویس‌های اطلاعاتی و همکاری‌های سیاسی به اجرا درآورند. وضع سیاست‌های جدید مقابله با تروریسم، سرویس‌های اطلاعاتی و نحوه رابطه با روسیه از این جمله است و از این منظر می‌توان با قضیه رسوایی جاسوسی کنار آمد. ایان، شما چه فکر میکنید؟ میشود روابط را ترمیم کرد؟ به نظرم ورای بحران به وجود آمده و دیپلماسی مد نظر برای حل آن این قضیه مهم است که روابط با اروپا و این سوی اقیانوس اطلس هنوز برای آمریکا اهمیت زیادی دارد. این مسئله آشکار است. اوباما و همکارانش زمان و انرژی زیادی را روی این قضیه گذاشتند. همه مسائل معید چرخش آمریکا می تواند از شدت فشار بر اروپایی ها بکاهد و به شکل گیری اعتماد کمک کند. ماریتیا، چند روز پیش شنیده شد آمریکا قصد دارد کنترل بر اینترنت را به یک سازمان بین‌المللی واگذار کند. این قضیه چقدر میتواند به اروپایی ها اطمینان دهد که آمریکا دیگر در پی شنود تلفن ها نیست؟ این مسئله باید در عمل ثابت شود نه در حرف. فکر می‌کنم این مسئله در صورت تحقق نشان خواهد داد که آمریکا جهانی بودن اینترنت و فضای مجازی را به رسمیت شناخته و پذیرفته. اداره آن یک مسئولیت همگانی است. چه در مورد اینترنت حرف بزنیم چه در مورد کنترل و نظارت یا مسائل امنیتی. من نمی‌پذیرم که برآیند امنیت و آزادی صفر می‌شود و لذا آمریکا باید بار دیگر توازن را بین این دو برقرار کند. آقای اوباما و حزب دموکراتش انتخابات را پیش رو دارند و باید مسئله امنیت نگاه جدی‌تری داشته باشند. انتخابات اروپا هم در پیش است و برعکس کاندیداها باید روی حوزه خصوصی تاکید بیشتری بگذارند. چگونه می‌توانید این دو را با هم جمع کنید و نشان دهید که روابط طرفین به دلیل بحران اوکراین هماهنگی بیشتری پیدا کرده؟ اینکه آمریکا و اروپا چگونه به بحران کریمه واکنش نشان بدهند، به نظر من کارنامه اوباما را مشخص خواهد کرد. به نظر من محور این موضوع روی پاشنه مناسبی نمی‌چرخید و همین باعث شد تا اروپایی‌ها فکر کنند که آمریکا دیگر به دنبال روابط مستحکمی که با اروپا می توانست داشته باشد نیست. ببینید وقتی اشتباهی در دنیا اتفاق می افتد، چه در کریمه باشد چه در لیبی یا سوریه، آمریکا برای حل مشکل دست به دامان هند یا چین و ژاپن نمی شود، بلکه یک راست به سراغ اروپا می آید. ایان، نظرتان درباره انتخابات در دو سوی اقیانوس اطلس چیست؟ تا چه اندازه می تواند نزدیک شدن سران دو طرف را به یکدیگر دشوار کند؟ می دانید به نظرم کنترل، امنیت و حوزه خصوصی در زمره مسائلی هستند که در سطح افکار عمومی در اروپا و آمریکا تفاوت فاحشی در مورد آنها وجود ندارد. مسئله برقرار کردن توازن بین حقوق است. ما شاهد تمرکز شدیدی روی روابط دو سوی اقیانوس اطلس خواهیم بود که نتیجه ساده اتفاقات و تحولات جهانی است و باید برای اعتمادسازی تلاش فزاینده ای کنیم. جیمز، آیا نکته ای از زمانی که در دولت کلینتون سخنگوی وزارت خارجه بودید به خاطر دارید؟ او هم باید دوره های دشواری را در رابطه با شرکای اروپایی آمریکا تجربه کرده باشد. در مقایسه وضعیت کنونی با آن زمان چه میتوان گفت؟ تفاوت میان حال و گذشته این است که آن روزها این حس در اروپایی ها وجود داشت که آمریکا بیش از اندازه دخالت میکند و خود را درگیر مسائل میکند. همان زمان بود که وزیر خارجه فرانسه آمریکا را ابرقدرت نامید. به نظرم نگرانی امروز این است که آمریکا عقب نشینی کرده و مسئولیت در جهان قبول نمی کند. به نظر من شاید بحران کریمه برای آمریکا و اروپا زنگ بیدارباشی باشد به این مفهوم که آمریکا نیاز دارد به نقش خود به عنوان یک کشور ضروری در صحنه روابط بین الملل ادامه دهد و با شرکای خود بدون افراط و تفریط همکاری کند.
با تشکر از شما ماریتیا شاکی، جیمز روبین و ایان لسر، و با تشکر از شما بینندگان گرامی و تا برنامه بعدی 25 ثانیه.